السلام علیکم، سهار مو په خیر، ستړي مشي. آغاز روز خبرونه پیل شو. رحلمین یازای د نور همکارانو په مرسته تر راتلونکو دوو ساعتونو له تاسو سره په خبرونه کې بیا هم په مختلفو موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحثونه لرو. نن په خبرونه کې نیم ساعت ورزشي خبرونه هم لرو. په پیل کې د هوایی دهلیزونو اړوند یو موضوع باندې بحث لرو. همدغه د دمدې اونۍ په لاړه کې شارجې ته هوایي دهلیز په پرانیستلو سره دوه ټنه تازه میوه صادره شوه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې موږ د دې شاهدانو چې چین ته هوایي دهلیز پرانیستل شو، هند ته هوایي دهلیز پرانیستل شو، ترکیې ته هم هوایي دهلیز پرانیستل شو. خو نیوه کې دلته دا موجودې دي چې کله دا د هوایي دهلیزونو افتتاح وشي یا پرانیسته وشي، له هغې وروسته بیا صادرات په منظم ډول نه کیږي. په ټوله کې نن په همدغه موضوعاتو بحث لرو چې د هوایي دهلیزونو پرانیستل او له یو شمېر هیوادونو سره زموږ سوداګریزه راکړه ورکړه څومره مهمه ده، د افغانستان د اقتصاد لپاره څومره مهمه ده، او د دې لپاره څومره مهمه ده چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. په همدغه ټولو موضوعاتو بحث لرو. په سټډیو کې د پوهنتون استاد ښاغلی محمد علي مشل را سره میلمه دی. له ښاغلي مشل سره په همدغو موضوعاتو بحث لرو. ښاغلی مشل، ډېره مننه چې زموږ بلنه منئ. راځئ شو به له دې څخه وکړو چې د هوایي دهلیزونو پرانیستل څومره د هیواد لپاره، زموږ لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره مهم دي. بله، دهلیزهای هوایی برای کشورهایی که مهات به خشکی است اهمیت بسیار خوبی داره و میتونه کشورها را به بازارهای صادراتی دنیا وصل کنه. علاوه بر کشورهایی که محصولات را صادر میکنه که این محصولات بسیار زود خراب میشه و یا هم زمان کوتاهی برای حفظ و نگهداری این محصولات وجود داره، دهلیزهای هوایی یک کمک بزرگ بوده میتونه. شما شاهد بودین که در گذشته ها افغانستان گاه اوقات با نوسانات قیمت در مواد اولیه بسیار به صورت زیادش مواجه می شود، به خاطر که راه های پاکستان به افغانستان بند می شود. اما در اواخر ما کمتر شاهدش بودیم که نوسانات قیمت آنچنانی که در گذشته به وجود می آمد به وجود بیاید. علتش ای است که افغانستان راه های بدیل را جستجو کرده و یکی از راه های بدیل دهلیز های هوایی کشور است که می تانه محصولات افغانستان را به بازارهای مختلف دنیا برسند. اما این دهلیزهای هوایی بسیار اهمیت ویژه و اهمیت بسیار بزرگی برای اقتصاد کشورها نمیتونه داشته باشه، به دلیل ای که عمده ترین راه های ترانسپورتی و صادراتی برای کشورها راه های بحری و در قدم دوم خشکه است. اهمیت سوم را راه های هوایی داره و راه های هوایی صرفا برای محصولات خوب است که اونا خیلی انتیک باشد، محصولات خیلی خاص باشد. محصولات را که افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی صادر میکنه، این محصولات خوب است که از طریق بحر و یا هم از طریق خشکه صادر میشه. خب موضوع که بحث کو زکه تاسو یو خیر موضوع ته اشاره وکړه چې مثلا د بحر لار خو متاسفانه افغانستان نه لري، خدای د زمکه لار کولای شي. فرق به سره راځي مثلا د هوایی دهلیزونو د زمکنیو د ترانسپورت برخه کې کوم فرق موجود ده؟ راه های بحری به خاطر که حجم زیادی از کالاها رو میتونن انتقال بتن، در کاهش قیمت بسیار اهمیت داره. به هر اندازه که شما ارتباط بحری با کشورها داشته باشین و راه های مواصلاتی شما با کشورها از طریق بحر باشد، در او صورت اجناس بسیار ارزان میفته، هم برای صادر کننده بسیار مفید است و هم برای وارد کننده بسیار مفید است. دهلیزهای هوایی به خاطر گران بودن ترانسپورت بسیار بازارهای خود از دست میته و در رقابتهای بین المللی به خاطر افزایش قیمت نمیتونیم ما محصولات زیادی را به کشورها صادر بکنیم. کشورها از دهلیزهای هوایی به عنوان یک گزینه سوم استفاده میکنه و در صورت استفاده میکنه که هیچ راه بدیل دیگه وجود نداشته باشه، به عبارت دیگر دهلیزهای هوایی اما آخرین گزینه روی میز هست برای راههای ترانسپورتی کشورها و او هم محصولات بسیار خاص را از طریق دهلیزهای هوایی کشورها ترانسپورتش را اجرا میکنن. محصولاتی که در افغانستان تولید میشه اینا مواد اولیه هست، میوه های خشک است، میوه های تر است که خوب است افغانستان اینا را از طریق بحر و یا هم از طریق خشکه صادر کنه. چرا؟ ما میتونیم به بحر دسترسی داشته باشیم. درست افغانستان کشور مهاد به خشکه است، اما مثلا بندر چابهار میتونه افغانستان را از طریق بحر به آبهای بین المللی برسانه و افغانستان خوب است روی این گزینه ها بیشتر سرمایه گذاری کنه. و یا هم راه لاجورد یک گزینه دیگه است که افغانستان را میتونه به بازارهای جهانی وصل بکنه. دهلیزهای هوایی در روز مبادا خوب است برای که کشورها بتونن مواد اولیه خود را و یا هم
هم در شرایط تنگنای اقتصادی بتانن صادرات واردات خود انجام بتن میتونه نقش بازی کنه. اما فکر نکوی دا تازه میول لپاره هوایی دالیزونه ځکه مهمه دی چې شاید په ځمکني ترانسپورت کې وخت ونیول شي. مثلا خپل ګټه د تورخم بندر د چې همیشه سوداګرو لپاره مشکلات جوړی یا د دوی موټرونه الته هفته هفته درېدلی. فکر نکوی چې یو شاید علت دی چې په هوایی دالیزونه زیاته تکیه کیږي چې هغه تازه میوه خراب نشي په خپل وخت باندې ورسیږي. بله، خب اهمیت دهلیزهای هوایی دائمی است که ما گفتم برای محصولات بسیار خاص استفاده میشه، اما امروز شما میفهمین که سیستم حمل و نقل در دنیا تغییر کرده. کشورها دارای یخچالهایی است که میتونه میوه ها را برای هفته ها حتی ماه ها نگه داره. به او خاطر از طریق دهلیزهای هوایی امکان صادراتش نمیتونه بسیار بصرفه باشد. چنانچه دولت افغانستان مشاهده میکنین که بخش زیاد از محصولات خود را نمیتونه صادر کنه، بسیار کم صادر میکنن به خاطر که بازارهای فروشش از طریق دهلیزهای هوایی کم است. درست است، در گذشته ها در بندر ترخم اموال افغانستان فاسد می شد، اموال افغانستان خراب می شد، میوه های خشک، سبزیجات اینا خراب می شد. این به خاطر بود که پاکستان یک پارتنر خوب اقتصادی برای افغانستان نبود. اما ما نمی تانیم این مثال را برای کل کشورها تعمیم ببخشیم. خب این مشکل به وجود آمده را باید افغانستان با پاکستان حل کنه، اما این نمی تانیم ما تقصیر راه‌های زمینی فرض کنیم. این تقصیر رای زمینی نبود، بلکه تقصیر پاکستان بود که اموال خراب میشد. بنابراین خوب است که در ابتدا ما هم از الگوهای تجارتی کشورها استفاده بکنیم. تجربیات کشورها بسیار قابل قبول هست. کشورها تاکیدشان اینمی است که در ابتدا اموال خوب است از طریق بحر انتقال پیدا کنه اگر در دسترس باشد، به خاطر که هم حجم زیاد کالاها انتقال پیدا میکنه و هم ارزان میفته. علاوه بر بارگیری کشتی ها بسیار معمول هست و تجارا معمولا از طریق بارگیری تجارت های خود انجام میتن. اما از طریق دهلیزهای هوایی خریدارانش یک تعداد خاص مردم است، عام مردم نیست. به عبارت دیگر اگر شما از طریق دهلیزهای هوایی بازارهای فروشی را تصاحب بکنین، یک بازار بسیار اندکی خواهد بود. یک تعداد کمی مردم حاضر است اجناس را با این قیمتهای بالایی که از طریق دهلیزهای هوایی برشان میفته خریداری کنه. ما مثالش را میتونیم در داخل افغانستان بگوییم. به طور مثال شما مشاهده میکنین که میوه های موجود در امی فصل سال در افغانستان هر روز فاسد و خراب میشه. اگر دهلیزهای هوایی مفید است پس چرا صادر نمیکنن؟ دلیلش اینمیست که صادرات دیگه جای نداره، دیگه فروش نمیشه اگر زی بیشتر در کشورها انتقال بتن از طریق دهلیزهای هوایی. علتش هم اینمیست که قیمت میفته. بله، اصلی مهم موضوع هم داده چی دلته داده زمکانی ترانسپورت لپاره زمینه نده مساعده مشکلات چیرته دی؟ ولی په دې برخه کې زیات کار نه در شوی. مثلا تاسو یادونه وکړه د چابهار بندر، د لاجورد لاره، هغه لاره چې کول شو موږ اروپایي هیوادونو سره تواصل شو. ولی د زمکې د ترانسپورت په برخه کې یاد زمکنی لاره چې موږ کول شو خپل صادرات نورو هیوادونو تا وړاندې کو، په دې برخه کې زیات کارونه شو. فکر کوم چې مصارف زیات راځي په یادل ته اراده نه ده موجوده. خب ما تصور میکنم که مثل هر کار دیگه ای که در دولت افغانستان صورت نمیگیره، ای هم یکی از امو کارهایی است که تا هنوز صورت نگرفته، مثل که خیلی کارهای دیگه تا هنوز صورت نگرفته. در افغانستان یک اراده بسیار محکم، یک پالیسی بسیار دراز مدت برای ایجاد راههای ترانسپورتی وجود نداشته. رئیس جمهور غنی یک از شعارهای انتخاباتیش ای بود که افغانستان را به چهارراه تجارتی منطقه تبدیل میکنه. ای بیشتر یک حرفی بود که یک ابهت رسانه‌ای داشت، یک حرف شعاری بود. کارو شو مثلا تا د لاجورد دلار ته اشاره کوو، د چابهار بندر ته هغه څه چې ولس مشتغنی خپل لاس راوړنه هم ګڼلې ده. بندر چابهار از خیلی وقتها قرار بود تاسیس شوه و دستندرکاران بندر چابهار هند و ایران است. قبل از اینکه افغانستان بیای پیشگام شوه در راستای ایجاد ای بندر، هند و ایران عجله داره برای انجام این کار. بنابراین ما گفته نمیتونیم که بندر چابهار به خاطر وجود حکومت افغانستان تاسیس شده. اینا برنامه هایش قبلا وجود داشت، به خاطر عجله‌ای که دولت هند داره، به خاطر عجله‌ای که ایران داره بندر چابهار اینا بسیار تلاش میکنن زود به بهره برداری سپرده شوه. و افغانستان از سرمایه گذارای بسیار جدی هم در بندر چابهار نیست. صرفا افغانستان میتونه از محیط ایجاد شده در بندر چابهار استفاده بکنه، اما خودشان سرمایه گذاری بسیار کلان در بندر چابهار نیست که ما بگوییم که به عنوان یک متغیر کلان در این معادله تاثیرگذار است. نیست. خب دولت افغانستان میتونه راههای بدیل را دنبال بکنه. راه لاجورد یک راه بدیل بسیار خوب است، بندر چابهار یک راه بدیل بسیار خوب است، اما بندر چابهار مشکلات خود داره. یک از مشکلات بسیار کلان در بندر چابهار مشکل تکنیکی است که بارگیری کشتی ها در بندر چابهار تا هنوز را امکانش مهیا نیست، به خاطر که عمق آب کم است، باید دریا یک مقدار
عمقش بیشتر شود تا کشتی های کلان بتانه اونجا لنگر بندازه. علاوه تن در بندر چابهار سیستم مالی تا هنوز تأسیس نشده. برای تجارت در همچین بندرگاه های بزرگ باید سیستم های مالی وجود داشته باشد، بانک ها فعال شده باشد، سیستم های بین المللی مالی مثل سویفت و وسترن یونین در اونجا فعال باشد تا تاجرها بتانند پول های خود را به صورت الکترونیکی انتقال بتن. این مشکلات است که در بندر چابهار موجود است. علاوه تن مشکلات دیگه ای که مشکلات منطقوی محسوب میشه بالای چابهار تاثیر گذار است، مشکلات است که مثلا چین داره، رقابت های که چین با هند داره، اونا بسیار دوست داره که راه ها به صورت بسیار آنی فعال شود. باز در راه لاجورد اگر بیاییم، راه لاجورد چون بدیلی برای چابهار هست، کشورهای داخل در چابهار اونا دوست ندارن که راه لاجورد در افغانستان تأسیس شود. و شما میفهمین که افغانستان در روابط بین الملل بر اساس سیاست گذاری های کلان اقتصادی و سیاسی خود بسیار آسیب پذیر است. به عبارت دیگر اگر کشوری بخواهد در سیاست های افغانستان دخالت بکنه، کشورهای همسایه ما و شما ایران، پاکستان، هند بسیار برشان زمینه مساعد هست. یکی از دلایلی که توجه بسیار خاص به راه لاجورد نمیشه به همین خاطر است که راه لاجورد یک بدیل است برای بندر چابهار. شرکای داخل در بندر چابهار بسیار علاقمندی به ایجاد راه لاجورد ندارند، به خاطر که افغانستان در او صورت یک گزینه بدیل پیدا میکنه. دیگه ای که پاکستان خودش بسیار علاقمندی به ایجاد همچین راههایی نیست. برای اینکه راه لاجورد در افغانستان یک راه باشد در دراز مدت افغانستان رو بتونه از طریق خشکه به بازارهای جهانی وصل بکنه، یک اراده بسیار محکم لازم است، یک سیاست بسیار مستقل لازم است. شما دیدین که محصولات افغانستان از طریق راه لاجورد به کشورهای گرجستان و قزاقستان و آذربایجان رفت، ولی دوباره پس نامد. در مسیر راه خیلی بازرگانا با مشکلات پاسپورت و ویزا و این مشکلات تکنیکی مواجه شد که اینا حل کردنش بسیار ساده است. اگر دولت افغانستان میگه که برای ساختن زیربنا که سرک بسازه بندر چابهار را تا افغانستان و یا هم راه لاجورد را سرکش را بسازه، میگن بودیجه ندارن، این یک مقدار قناعت بخش است. اما مشکلات بسیار اندکی که در ویزه تجار به وجود میآید، مشکلات بسیار اندکی که در گمرکات ناهماهنگی بین گمرکات کشورهای داخل در ایران به وجود میآید، اینا مشکلات ساده است که به پول بستگی نداره، بلکه اینا مشکلش با اراده حل میشه. دولت افغانستان باید جدیت خود را در این مسئله ثابت بکنه و این بسیار عملی است برای کشور بی پول مثل افغانستان. هم بسیار عملی است. تجارای افغانستان اکثرا با مشکلاتی که مواجه شده، این مشکلات از طریق مذاکره قابل حل است. اینا زیربناهای اقتصادی نیست که نیاز به سرمایه های هنگفت داشته باشد. بنابراین دولت افغانستان، من تصور میکنم که یک اراده بسیار محکم برای وجودی و یا برای ایجادی همچین راه هایی ندارن و یا هم اولویتش اینا نیست. درگیری در حکومت افغانستان بیشتر سیاست گذاری هایی است که تلاش میکنن انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است مثلا، بقیه امورات مشکلات سیاسی داخل افغانستان است که اینا بیشتر روی میز رئیس جمهور است. نگرانی رئیس جمهور اینا تشکیل میده یعنی و سیاسی مشکلات موجود ریختیم، بله، که این اولویتش نشده تا حال متاسفانه. در افغانستان وضعیت هم داسته چه اغمی و مهم برخه ده، بل پا دیگه که وقت گیگو چه مثلا افغانستان خپل انار لری، خپل منی لری، خپل انگور لری، خپل نور تازه و چه میوی لری، سمرا با داده بزگران و لپاره دهقانان و لپاره یو خز زمینه وی چه دوی وکه ولیشی مثلا زین و هیوادونو تا خپل حاصلات صادر کی مثلا پا فرا کی یا پا زین نور و ولیتونو که داده این دانو سخ خبرونو ورکول کیگو چه حتی یو من پا دو و دری افغانیو بانده خرسول کی سمرا داده دهقانانو لپاره خکی دلیشی چه پا منظم ډول کمنګ چیرته صادرات ولرو دا وی د لیزونو لاله بل اخر په اروپا او زینو نور غوندي هیوادونو کې دوی ته بازار پیدا شي. بله، خب ببینین، د کتاب های مکتب همیشه خوانده میشه که افغانستان 80% مردمش د زراعت مصروف است، دهقان است. ای گفته یک گفته واهی و نادرست است. آمارها ای را نباید تایید بکنه اگر آمارها واقعی باشد. یکی از دلایلی که تجارت و زراعت در افغانستان هیچ وقت بنیه نمیگیره، دلیلش اینمی است که ما محصولات زراعتی را در افغانستان برش توجه نمیکنیم. من تو میگم که محصولات زراعتی افغانستان ولو اگر صادر هم نشوه، در بازارهای داخلی افغانستان درست تقسیم شوه، کفایت بازارهای داخلی افغانستان را نمیکنه. اکثر از مواد صادراتی افغانستان، مواد اولیه که فعلا صادر میشه، حتی اگر صادر هم نشوه در داخل افغانستان برش بازار موجود است. با این شرایط که افغانستان فعلا تمرکزش فقط به چند کلان شهر است، صادرات این محصولات زراعتی بازار موجودی می پر دیر ارزان قیمت باندې دا مهم موضوع ده. مثلا د دیندانو مثال کول کوز که په دغه روسیو کې خخ کته پورته کیږي، دغه موضوع په فرا کې مثلا یو من دوانه دوا یا درې افغانۍ، فکر نه کوي که بازار مولر په دې قیمت دقان لپاره ګټه کوي.
دلیلش ای است که محصولات افغانستان، عرضه محصولات افغانستان کنترل نمیشه. تیوری های اقتصادی به ما ایتو میگه اگر شما میخواین از زراعت حمایت بکنین، باید محصولات زراعتی را در سردخانه ها وجود داشته باشد که نگهداری بکنین. وقتی دهقان محصولات زراعتی و یا فراورده های زراعتی خود را حاصلش را جمع میکنه، اگر بیاره در بازار برای فروش، هیچ وقتی تجارت میوه در افغانستان و یا تجارت مواد زراعتی در افغانستان جان نمیگیره. باید افغانستان بازارهای تولیدش از بازارهای فروش جدا باشد، بلکه بازار تولید اول به سردخانه ها و گدام ها وصل باشد و سردخانه ها و گدام ها به بازارهای فروش وصل باشد. در افغانستان علتی که محصولات زراعتی مثل تربوز در این فصل سال قیمتش پایین آمده، دلیلش ای است که کنترل عرضه صورت نمیگیره. کنترل عرضه به این معنی است که وقتی دهقان محصولات زراعتی خود را از زمین جمع میکنه، مستقیم در بازار میاره. این یک رسم غلط است. باید سردخانه ها وجود داشته باشد که این میوه ها در سردخانه بره، طبق نیاز بازار به بازار بیایه. اگر اضافه از نیاز بازار در بازار بیاید، در او صورت ما با اضافه عرضه مواجه میشیم و اضافه عرضه باعث میشه که قیمت محصولات پایین بیاید. پس در بازارهای افغانستان ما گفته نمیتونیم که برای فروش محصولات بازار نیست. بازار است، ولی کنترل عرضه صورت نمیگیره. محصولات از زمین کنده میشه، برداشت میشه، مستقیم در بازار فروش میه که این رسم در اقتصاد یک پشتوانه منطقی تیوریک نداره. محصولات در ابتدا مسئولیت میایم. در ابتدا محصولات باید در گدام ها بیاید، در سردخانه ها بیاید و مطابق نیاز بازار در بازار آورده شود، تا در هر فصل سال ما به میوه دسترسی داشته باشیم. نشود که در یک فصل سال بسیار میوه زیاد است و قیمتش پایین میه، در یک فصل سال هیچ میوه نیست. بنان محصولات زراعتی افغانستان گزینه اول ای است که در بازارهای داخل افغانستان اینا میتونه به فروش برسه، با این پیش شرط که برایش گدام ها و سردخانه ها وجود داشته باشد. دولت افغانستان قبل از اینکه در بازارهای جهانی برای محصولات زراعتی افغانستان بازاریابی کنه، خوب است که زمینه های فروش را در داخل افغانستان مهیا بسازه. من بر شما یک مثال میزنم. دولت آمریکا به خاطر تقویه زراعت خود سالانه هزارها تن گندم را میخره از زارعین به بحر میندازه، به خاطر به بحر میندازه که بازارهای فروش برایش وجود نداره، ولی نمیمونه که گندم پیش دهقان بمانه و دهقان ضرر ببینه. و یا هم دولت ایران با این وضعیت خراب اقتصادی خود چندین هزار تن میوه ها را و یا هم سبزیجات را و محصولات را از دهقانای خود خریداری میکنن. کچالو را مثلا امسال خریداری کردن، نزدیک به 700 هزار است چقدر تون کچالو را دولت خریداری کرده، آورده در بحر انداخته. اوس اصلی پختن دغدغ سیستم ولی په افغانستان کې موجود نه ده. میایم روی زمین په دغم کوغه گیگو مثلا اونا در بحر میندازن به خاطر که دهقان خساره نبینه. اگر شما میخواین دهقان سال آینده هم تشویق شوه که محصولات زراعتی بکاره، شما باید کاری کنین که منفعت به جیب دهقان بره. در افغانستان دهقان همواره خساره میبینه و زراعت یک صنایع کاربر است. در کشور بیکار و فقر زده مثل افغانستان، از بین بردن بیکاری یک اولویت است. رای از بین بردن بیکاری یک از راه حل های نمیست که ما سکتورها و صنایع کاربر را تقویت بکنیم. زراعت یک صنعت کاربر است و افغانستان با زراعت به لحاظ پیشینه تاریخی هم بلدیت داره. راهش ای است که اگر محصولات زراعتی افغانستان در داخل فروش نمیشه، خوب است دولت اقدام به خریداری این محصولات بکنه. اینا رو میتونه در بازارهای جهانی صادر بکنه. اگر صادر هم نمیتونه، باید این هزینه را دولت متقبل شوه، نمانه که این هزینه به شانه های تولید کننده. مثلا من نشو کولای چې هتا خپل ماشونه پوره کړم. فکر کوم چې دغه امکانات دغه بودیجه لري چې دوی وکولای شي له بزګرانو څخه میوه یا د دوی حاصلات واخلي وای ساتي یا بهر ته صادر کړي. فکر کوم دغه امکانات برابر دي حکومت ته؟ بله، امکانات به خاطر برابر است که شما اگر الگوی مصرفی را در حکومت افغانستان مشاهده کنین، مثلا مصاریف را که وزرا انجام میده، وکیلا انجام میده، مصاریفی که در ارگ ریاست جمهوری انجام میشه، یک الگوی بسیار غلط مصرفی برای یک کشوری که 75% بودجه خود را به خارج ها وابسته است. این الگوی غلط مصرفی را اگر ما به سیاست ریاضت اقتصادی تبدیل بکنیم، میتونیم یک مقدار بودجه را پس انداز کنیم و در همچین حالت ها از او بودجه پسنداز شده استفاده بکنیم. یک مسئله. مسئله دوم، قرار نیست خود دولت افغانستان همه کارهای اقتصادی را انجام بده. من میگم دولت باید برنامه ای را فراهم بکنه تا سکتور خصوصی همچین زمینه برایش مساعد شود. من یک مثال میزنم. تربوز از فرا مثلا سر 7 افغانی میاید به بازارهای کابل، میرسه سر 60 افغانی 70 افغانی. انیالی شما در اونجا میبینین 7 افغانی به دهقان میرسه، در اینجا در جیب تجار 70 افغانی میرسه. دلیلش چیست؟ دلیلش است که
زنجیرهایی که طالبا در آن انداخته اونا جدا پیسه میگیره، پلیس جدا پیسه میگیره، دولت مثلا یک تعدادش جدا حق میگیره از اینها، هیچ منفعتی به جیب دهقان نمیره. بنابراین شما مشاهده میکنین اگر دولت اینی زنجیره غلط را برداره، در اون صورت خود سکتور خصوصی میتونه اینمی میکانیزم خود اقتصاد بازار میتونه اینمی ناهماهنگی را مدیریت کنه و یک هماهنگی برایش به وجود بیاره. پس دولت افغانستان بر ساختن زیربناهای افغانستان باید یک برنامه دراز مدت داشته باشه، میتونه بخش از کمک‌های خارجی رو در این گزینه به مصرف برسانه، میتونه در سطح بین المللی لابیگری کنه که برای ساختن زیربناهای افغانستان بودجه اختصاص داده شود. من در یک کنفرانس مطبوعاتی مشاهده نکردم که دولت افغانستان برای کشورهای کمک کننده گوشزد کرده باشد که اولویت ما در افغانستان این مسئله است، این مسئله اقتصادی است. هیچ گاهی به عنوان یک نگرانی بزرگ در اقتصاد افغانستان نداشتن سردخانه ها، نداشتن زیربناهای اقتصادی مطرح نشده. بنابراین ما گفته نمیتونیم که اصلی ترین مشکل ما بودجه است. من میپذیرم دولت افغانستان یک دولت است که همواره از کسر بودجه رنج برده، با کاهش بودجه مواجه است، اما خوب است که برنامه هایی برای تمویل همچین چیزهایی داشته باشد. کشورهای دونر، کشورهای کمک کننده میتونه اینا رو تمویل کنه. علاوه‌تن بودجه ذخیره شده در دولت افغانستان میتونن از یک الگوی درست مصرفی در داخل حکومت افغانستان پس انداز بکنن. شما الگوی مصرفی مشاهده کنین بسیار وحشت‌آور. بله، یو بل موضوع تم رازو خغله مشال چي یو غداده چي مثلا هوائي داليزونه پرانستل کي بل داده چي پنړيوال سټانډرډ باندې باید برابر صادرات منګولرو. دا مهمه موضوع ده. مثلا چين ته منګ جلغوزي صادرو هغه کوم نړيوال سټانډرډ باندې چ برابر یو هغه برابر نه وي، چين بیا بستبندي کي او تصفيه کي او ليزر باندې زينو راغوي اروپا ته صادري، هم هغه یو کيلو په دوه چنده درې چنده باندې دوی خرسي. مهمه موضوع ده چي څومره باید بستبندي باره کي کارو شي، څومره باید نړيوال سټانډرډ باندې برابر صادرات منگوله. بسیار عالی، نکته خوبی را اشاره کردی. برای اینکه شما بتوانین با تجارت امروز همخوانی داشته باشین، اقتصاد بین الملل و مکانیزم های بین المللی تجارت بر شما پیشنهاد میکنه که باید استانداردها را مطابق میل کشور وارد کننده رعایت بکنین. افغانستان یک از مشکلات بسیار کلانش در عرصه صادرات اینمی است که استانداردهای لازم را برای صادرات نمیتونه رعایت بکنه. اکثر از محصولات افغانستان در بازارهای اروپایی و بازارهای پیشرفته خریدار داره. مثلا جلغوزی افغانستان در بازارهای اروپایی خریدار داره، مثلا زعفران افغانستان، مثلا میوه خشک افغانستان در بازارهای بسیار کلان و مدرن بین المللی بازار داره. اما مشکلش ای است که چون مطابق نیاز و استانداردهای کشور بی بسته‌بندی صورت نمیگیره، بنابراین ما نمیتونیم زیاد به فروش برسانیم در او کشورها. و یک از دلایلی که همواره محصولات افغانستان به نامهای کشور پاکستان و ایران صادر میشه هم دلیلش اینمی است که اگر چنانچه اونا مشاهده کنه که ای با استاندارد افغانستان بسته بندی شده، اونا خیلی علاقمند به خریداری نیست. به طور مثال قالین افغانستان به نام ایران صادر میشه و یا بخش زیاد از محصولات افغانستان به نام پاکستان صادر میشه. تجارای خود افغانستان قصدن این کار را میکنه. دلیلش اینمی است که دولت افغانستان از استاندارد صادراتی بسیار پایین برخوردار است. برای این مسئله هم دولت افغانستان خوب است که یک برنامه داشته باشد. این به عنوان یک نگرانی بسیار جدی مطرح است. اگر ما میخواهیم در بازارهای جهانی سهم داشته باشیم، اگر ما میخواهیم که کسر ترازهای پرداخت خود را جبران بکنیم، لازم است که چند سیاست را همزمان دنبال بکنیم. یک سیاست ای باشد که در ابتدا زیربناهای صادراتی تقویت شود و ما نباید تنها اتکا بالای دهلیزهای هوایی داشته باشیم. دهلیزهای هوایی صرفاً استفادهش در شرایط مبادا مفید بوده میتونه، نه در شرایط معمولی. در شرایط معمولی ما باید گزینه‌های ترانسپورت زمینی و بحری رو دنبال بکنیم. و سیاست بعدی رو که باید دنبال بکنیم عبارت از ای است که تقویت صادرات از طریق بازارهای فروش در داخل افغانستان. اکثر از محصولات افغانستان که در بازارهای دیگه صادر میشه اصلا لازم نیست صادر شوه. اگر شما در داخل افغانستان اینا رو خوب تنظیم کنین، خوب مدیریت کنین، اینا در داخل افغانستان به خوبی به فروش میرسن. علتی که مثلا تربوز در امروز ارزان شده یک چیز بسیار مثال زدنی است، دلیلش این است که این فقط در چند شهر امن افغانستان صادر میشه، ولی در مناطق دوردست افغانستان صادر نمیشه. مثلا در بامیان نمیره، در دایکندی مثلا نمیره، مثلا در ممکن است در نورستان نروه. ما اگر گستردگی ساحه را در درون افغانستان به وجود بیاریم، بخش زیادی از این محصولات در درون بازارهای افغانستان حل میشه و اصلا نیاز به صادراتش هم حس نمیشه. دولت افغانستان
نگرانیشان در قسمت صادرات محصولات یک نگرانی تقریبا واهی است. خوب است که دولت افغانستان روی محصولات صنعتی برای صادرات تمرکز بکنه و این مواد اولیه را تلاش کنند در داخل افغانستان برش بازار فروش پیدا بکنه. دیر زیات مننه در پانتون استاد محمد علی مشعل کرمدان. دیر زیات مننه. خلاص بیا هم ستلی مشای وسام کابل چاپ رسپانو ته سر ورخ کړه کو چې کابل چاپ رسپانو کې کوم مهم موضوعات راغلي ډیره رسپانه تر منګ را رسیدلی پہلے لا ویسا رسپانس سره کوم د ویسا مهم موضوعات راخلم دلته د ویسا په لمړی صفحه کې په غټو کرخو لیکلی مایک پامپیو پر سولې لا اوسنی په خاني ولسمشر سره خبري وکړي سولا د افغانانو لپاره لومړیتوب او اساسي مسله ده بمباری او وژنې باید ودرېږي د سولې په پروسه کې ګاونډیو د سیمې هیوادونه مهم رول لوبولی شي پخواني ولسمشر حمید کرزي ویلي هیله ده تر ټاکنو مخکې له طالبانو سره سوله وشي تر دوو لسیزو جګړو وروسته د سولې وخت رارسېدلی د امریکا ملي ګټې هم له افغان سولې سره تړلې دي مایک پامپیو ویلی تر اوسه له طالبانو سره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو پریکړه نه ده شوې خو په خبرو کې پرمختګ شوی دی بل ځای کې بیا د ملي شورا د غړو په لقوله لیکل شوي ډیورن ملي مسله ده او یوازې خلک په دې تړاو د پریکړې صلاحیت لري ډیورن کرخه ملي مسله ده د یو شمیر سیاسي سیرو له لورې د ګاونډیو هیوادونو په ګټه د ملي مسلو خلاف دریځ او خبرې ملي خیانت دی سو واړه سیاسون د دې صلاحیت نه لري چې د ملت پر ځای د سولې خبرو کې د ډیورن کرخې بحث راپورته کړي ځکه دا مسله په ملت پورې تړلې ده په پاکستان کې د ډیورن فرضي کرخې په تړاو د یو شمیر افغان سیاستوالو وروستۍ خبرې او دریځونه لا هم جدي غبرګونونو سره مخ دي د ملي شورا غړي د ډیورن کرخې په تړاو ناسم دریځونه ملي خیانت بولي پاتې صفحې ته هم راځمه د مشران جرګې غړي پرون د دغې جرګې په ناسته کې پاکستان ته د افغان سیاستوالو د تللي پلاوي یو شمېر غړو پر هغو څرګندونو سختې نیوکې وکړې چې د لاهور پروسې ناسته کې د ډیورند کرخې په تړاو کړې وې د مشران جرګې غړي فرهاد سخي او احمد شاه خان ترکی وویل ډیورند د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا مسله ده او د دواړو خواوو ولسونه په دې اړه د تصمیم نیولو صلاحیت لري نه سیاستوال په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی شیر محمد اخوندزاده او شینکی کډوخیل هم د ډیورند کرخې په باب له ګوندیو شخصي ادرسونو څخه دریځ نیولو سره کلک مخالفت څرګندوي او په دې تړاو نامسؤولانه خبرې ملي خیانت بولي په ورته مهال د مشران جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار پرون یو ځل بیا وویل چې سیاسون د دې حق نه لري چې د ملت پر ځای د سولې خبرو کې د ډیورند کرخې بحث راپورته کړي د ملي شورا غړي وایي ډیورند کرخه د یو ملت په سینه د جبر لیکه ده چې د کرخې دواړو خواوو میشتو خلکو ته د منلو وړ نه وه او نه ده او نه به اوسي دا په داسې حال کې ده چې حنیف اتمر محمد محقق او عبداللطیف پدرام په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو جوړ شوې غونډه کې د ډیورند فرضي کرخې په تړاو متنازع دریځونه نیولې وه خو د ملي شورا غړي وایي چې هیڅ اړتیا نه وه چې دغسې ناسته کې د ډیورند فرضي کرخې په تړاو خبرې شوی وای بل ځای کې بیا د کابل کې د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو د پرونی اعتراض په حق لای لیکلی حکومت مشروعیت نه لري او د دوی له قوله پخوانی ولسمشر اشرف غنی باید واک پریږدي د ملي والی حکومت نامشروع او فاسد او د سولې د روانو هڅو تخریبوونکی دی او نور باید خپلې چارې سرپرستی ادارې ته پریږدي د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ملي والی حکومت د کار دوام د قانون خلاف دی او واک باید سرپرست حکومت ته وسپاري او سرپرست حکومت باید انتخابات وکړي د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو د تېرې ورځې د غونډو یا د پریکړه لیک ځینې برخې وې چې ویسا دغه موضوع هم راخیستې بل ځای کې بیا راغلي خلیج ټایمز ورځپاڼه لیکلي د طالبانو امریکا په اووم پړاو خبرو کې به د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او د ترهګرۍ ضد مبارزې تضمینونه وروستي شي
په وم پړاو خبرو کې به له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اترو او اوربند په تړاو هم بحثونه وشي. او بلځ کې بیا راغلی په تخار کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ بے ځای شوې دي. لس ورځې کېږي چې د تخار په یو شمیر ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. او همداراز وروستۍ صفحې ته هم راځم. د صنایعو قانونو خونوی د پکتیا صنعتکارانو ته هیڅ پام نه دی شوی. په پکتیا کې د بیلابیلو قیمتي ډبرو، زینتي تیګو، کریسټال او مسو قانونه شته، خو په خبره یې قانوني استخراج ته کار نه دی شوی. او وروستۍ موضوع ده چې حسن روحانی په ایران د امریکا تازه بریدونه ظالمانه او احمقانه بلل دي. او اوس هم راځم مسیر ورځپاڼې ته. د مسیر ورځپاڼې ځینې مهم موضوعات هم راخلم. د مسیر ورځپاڼې په لومړۍ صفحه کې د ولسمشر د یو شمېر نمایندانو د تېرې ورځې انځور راخیستی او لیکلي دي، ولسمشر د واک پرېږدي، راتلونکي ټاکنې دي موقت حکومت ترسره کړي. بل ځای کې بیا راغلي په افغانستان کې د امریکا جګړه له تېروتنو ډکه ده، یوه امریکایي جنرال ویلي. ځینې نور موضوعات هم شته. دما اخلو، دمې ته نږدې شوي وو، بیا بېرته راګرځو. سټوډیو کې میلمه لرو، له خپل میلمه سره بحث لرو. خراغلاس، بیا هم ستړي مشئ. اوس هم په سټوډیو کې میلمه لرو د پوهنتون استاد ښاغلی محمد سالم حسنی. له ښاغلي حسنی سره په دې موضوع بحث کوو چې د افغانستان سوله یوې نړیوالې او سیمه ییزې اجماع ته ضرورت لري. دا چې دغه اجماع څومره موجوده ده، څومره باید په دې برخه کې کار وشي، یو دا د سیمې د اجماع موضوع ده، بل په نړیواله کچه باید دلته اجماع موجوده شي، بل خپله په داخل کې باید یوه مشخصه یا منظمه اجماع موجوده وي تر څو ټول په یوه خوله د سولې لپاره د افغانستان دغه تکاشالی د حل لپاره لاس په کار شي. په دغه ټولو موضوعاتو بس لرو. ښاغلی حسنی، ډېر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو له کور ودان. راځئ شو به له دې څخه وکړو چې یو وخت دا د اجماع موضوع خبره زیاته یادېدله، اوس داسې ویل کېږي چې یو څه اجماع رامنځته شوی، مثلا د سیمې د هېوادونو ترمنځ، مثلا پاکستان په دغو روسیو کې چې د خبرو کوربه او روسیا ځینې نور هېوادونه. فکر کوي رښتیا هم د افغانستان د موضوع د حل لپاره بالاخره د سیمې په کچه او په نړیواله کچه یوه اجماع موجوده شوې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به این استاین نه خیر نصر و معین. با عرض سلام ادب خدمت شما، همکاران تکنیکی شما و به همه بینندگان عزیز که ما را در جای جای جهان تماشا میکنن. بله، یکی از مسائل بسیار مهم در جهت رسیدن به صلح در افغانستان وجود اجماع بین المللی و اجماع منطقه است، به خاطر اینکه جنگ و تنازع در افغانستان صرفاً عوامل داخلی نداره و در حقیقت میتونه بگیم که اصلا عوامل داخلی نداره. به خاطر میگیم عوامل داخلی نداره که در داخل افغانستان سالها اقوام، گروه ها، گویندگان زبان های مختلف، پیروان مذاهب مختلف در کنار همدیگر زندگی کرده و اینها هیچ گونه دشمنی دوامدار و دشمنی غیر قابل حلی با همدیگر نداشته. شما میبینید که در دوران به انقلاب و زمانی که افغانستان توسط ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق اشغال شده بود، مردم ما در جبهات مختلف، از اقوام مختلف، از زبانهای مختلف، از مذاهب مختلف در کنار همدیگه برای آزادی وطن مبارزه کردند. در زمان اشغال انگلیس ها همین رقمی و در ادوار مختلف مردم با همدیگه مشکلی نداشتند و برخی از نزاهایی هم که در دوران انقلاب و پس از او به وجود آمد، بیشتر وابستگی های گروه های داخلی ما به قوت های خارجی و منافع کشورهای منطقه و کشور و برخ منافع فرامنطقه‌ای بوده که نهار رو در روی هم دیگه قرار داده. استاد هر خان گوتر من رختیا مشکل نده موجود تر دیر پوری در مشکل د سیاسونو تر مزه. فکر کوم چې د سیاسونو تر منز یو اجماع د سولې پاکله مهمه ده. مثلا لوی مشورتي جرګه جوړه شوه، تر سره شوم دغه سیاسونو په کې اشتراک نه کو، خو دوی په مسکو کې اشتراک وکړ، د پاکستان په لاهور کې کومه ناسته تر سره شوه، اشتراک وکړ. دا د دې ښکارندوی کوي چې یو ډول اجماع نه ده موجوده. دلته فکر کوي چې ولې د سیاسونو ترمنځ دلته اجماع نه ده موجوده؟ ببینید، سیاسیون در افغانستان متاسفانه بیشتر ملی فکر نمی کنه و اینا بیشتر به دنبال منافع شخصی خودشان هستند و به دنبال ای هستند که چطور میشه
پروسه های قانونی را در افغانستان معطل کرد و دوباره بر اساس یک سری تفاهمات سیاسی همو چهره های تکراری، چهره هایی که سالها قدرت و ثروت افغانستان را به دست داشتند و از ثروت مردم بیچاره افغانستان در کشورهای مختلف حساب های بانکی وسیع برای خود ایجاد کردند، ملک و املاک خریدند و سرمایه گذاری های کلان در کشورهای خارجی کردند. همینا متاسفانه به خاطر اینکه بتانه از بازخواست دولت قانونی افغانستان به نحوی معافیت بگیره. شما ببینید زمانی که اگر حکومت قانونی در افغانستان روز به روز گسترشش بیشتر شود و در افغانستان نظام عدلی و قضایی تحکیم شود و نظام عدلی قضایی به این سرحد برسه که از ثروتهای هنگفت و بادآورده سران سیاسی و کسانی که در حکومت‌های گذشته دارای مقامات بسیار بلند بودن از اینا بازخواست بکنه و به این قوت برسه که اینها را بررسی بکنه، یقینا خیلی از سیاسیون امروزی که میلیاردر شدن به اعتبار مردم افغانستان و به اعتبار دولت و به اعتبار فعالیت‌های سیاسیشان، اینا قابل بازخواسته. اینا به خاطر فرار از این وضعیت و برای که به چنین وضعیتی نرسه، متأسفانه همیشه قواعد بازی را خراب می‌کنه، قواعد بازی را تعویض می‌کنه. اینا تلاش می‌کنه که نظام کنونی افغانستان که مبتنی بر قانون اساسی هست، مبتنی بر دولت مرکزی هست، مبتنی بر حکومتداری مدرن و مبتنی بر انتخابات و شفافیت و مسائل از این قبیلی که نظام در صدد ایجاد آنها هست، از این موارد فرار بکنه و به نحوی هر روز قاعده نو. اینا میخواین که هر 10 سال در افغانستان یک حکومت موقت تشکیل شود که بازم اینا بر اساس همو تفاهماتی که با کشورهای منطقه داره، ارتباطات با کشورهای منطقه داره، به عنوان شخصیت ها و مهره های قابل اعتماد اینها دوباره سر قدرت بیه و باز هم همو اعتبار مردم افغانستان را، ثروت مردم افغانستان را اینا بین خود تقسیم بکنه. هیچ دایی غیر از این نیست. شما ببینین اگر واقعا اینا کسانی هستند که به دموکراسی باور داره، بیاین از مسیر انتخابات، از مسیر عرضه در مقابل مردم، از مسیر کسب آرای مردم بیا به قدرت افغانستان، قدرت سیاسی افغانستان رو به دست بگیره، قدرت مدیریت افغانستان رو به دست بگیره. یعنی اما حکومت بنده این شیرازه رو نباید از هم بپاشه و این نظم رو نباید دوباره از هم بپاشانه و برای خودشان قواعد نو ایجاد بکنه. بله، خغل اصلی به حکومت باندې انتقاد دا موجوده چې مثلا دوی اونت وانه دل چې دغه سیاسون لزان سره ونیسي، حداقل لزان سره ملګری کې تر څو دا لوی مشورتي جرګه کې دوی ګډون وکړي، وایي چې حکومت په دې برخه کې یو ډول ناکام ده چې نو ونه شکول سیاسون په ځان باندې راجمه کی. فکر کوم چې رښتیا حکومت په دې برخه کې ناکام ده، ولې حکومت نه توانې دل چې اوسه پوری حداقل دغه سیاسون شي مثلا د سولې د ناس په اړه په مسکو کې دوی دوه ځلې کې ناسل وسلوال طالبان سره د دوی لاساز سره خبرې وکړي، په پاکستان کې دوی کې ناسل، ولې دوی په مسکو پاکستان کې کینی حکومت نه راتوانی دل چې دوی کینی پارک په نورو ځایونو کې چې حکومت سره کینی د دوی تر حسد دوی سره غواړي. بل اخره ببینین برای هر پروسه سازکار مخصوصی خودش وجود داره. زمانی که لوی جرگه مشورتی صلح آغاز به کار کرد یا مقدمه چینی میشد و آمادگی ها برش گرفته میشد، خب از همه مردم افغانستان دعوت شد، از همه احزاب دعوت شد و در اونجا هیچ مانعی برای شرکت هیچ حزب هیچ چهره سیاسی وجود نداشت. تنها مانعی که وجود داشت این بود که اینها معمولا از دولت خواستار یک سری امتیازات شخصی و جریانی ایشان بودند که دولت به خاطر اینکه به اینها امتیاز نداده، به عنوان مثال به فلان حزب وزارت نداده، به فلان شخص به نفعش دخالت نشده در کمیسیون انتخابات، مثلا فرض کو بچهش یا فردی از حزبش یا از امو اقوامش رای بیاره و بیا وارد پارلمان شوه، دولت این کارا را برازنا نکرده به خاطر که دولت باورمند است که کمیسیون انتخابات مستقله و اونها کار خودش پیش میره و دولت در اونجا نمیتونه دخالت داشته باشه. یا به عنوان مثال برخی امتیازات دیگری که از دولت اینا تقاضا داشتن، دولت زیر بار امتیازدهی به صورت غیر قانونی به اینها نرفته و به همین خاطر هم هست که اینها با جرگه مشورتی صلح زاویه پیدا کردن و اینا در او شرکت نکردن، در حالی که به خاطر کسب امتیاز و به خاطر نیم نگاهی که به قدرت آینده به زعم خودشان حکومت موقت و سایر سازگارهای غیر قانونی و به تعبیر
رئیس جمهور کودتاگونه ایشان بتونن قدرت به دست بیاره تا اینکه خودشان قدرت دوباره بین خود تقسیم بکنه. یعنی غیر از این از طرف حکومت هیچ مانعی نبوده و حکومت برای همه زمینه را باز گذاشته و از همه دعوت کرده و این خود شخصیت ها بودن که از مردم فاصله گرفتن. همدغه موضوع که پاتې کی خغلی حسنی ټاکل شوی د پنځشنبه پور از ولسمشر غنی پاکستان ته یو پلاوی په ملتیا سره لاړ شي. سور از مخ کې دغه سیاسون لاړل پاکستان ته که اوس ولسمشر غنی هلته ځي کینی په کوم لاس راوړنو سره فکر نه کوي چې پاکستان به واضح یو ډول وایي چې مثلا سیاسون یو ډول دریز لري یو ډول فکر لري تاسو حکومت بل ډول فکر لري فکر نه کوي چې دغه ناسه چې سیاسونو تر سره کړو د ولسمشر غنی ناسه چې د پنځشنبه پورز به سفر وکړي څومره به تاثیر ولري د افغانستان د سولې د پروسې پاکله. خب ببینین در مجموع یک اصل است که زمانی که در یک کشوری بین قاعده مردم و همچنین دولت اختلافات وجود داشته باشه او اقتدار ملی لازم نمیتونه شکل بگیره و این یک مقداری بر موازی دولت تاثیر خود میگذاره. اختلافات بین سیاسیون فعال و بین حکومت مرکزی اینا همیشه میتونه به سخر یک چالش های را ایجاد بکنه اما مواضع دولت را نمیتونه خیلی به چالش بکشه. به خاطر چی؟ من فکر نکنم که پاکستان مواضع دولوی چه مثلا ساز دو حکومت تگلار هدف یا شده است بلکه دسیاسی بلسه. من حرف ببین زمانی که حکومت ها با هم دیگه صحبت میکنند طرف حالا نخست وزیر پاکستان باشه رئیس جمهور پاکستان باشه سایر مقامات دولت پاکستان باشه او با رئیس جمهور پاکستان حرف میزنه هر موافقه ای که برسه و هر معاهده ای که امضا شوه هر تفاهم نامه ای که امضا شوه هر دولتی با دولت معاهده امضا میکنه اما اصطلاح کانتر پارت یا به همتا زمانی که اینا با هم دیگه به صورت همتا قرار میگیرند با هم دیگه معاهده امضا میکنه هیچ دولتی با سیاسیون نمیه موافقت نامه امضا بکنه سیاسیون فقط دغدغه‌های خودشان را گفتن و گپایشان در قالب یک کنفرانس که هم از طرف دولت پاکستان به صورت رسمی نبود اشتراک کردن گپای خود زدن بله این نشانگر اختلاف در بین دولت و اپوزیسیون هست که یک طور یک چیزی معمولی است شما ببینید امروز در دولت یک از مقتدرترین دولت‌های دنیا ایالات متحده آمریکا بین موازی خود اداره ترامپ و کنگره آمریکا سنای آمریکا ببینید مشکلاتی وجود داره و این مشکلات هیچ وقت که موازی ترامپ را تضعیف نمی‌کنه و در نهایت هر دولتی که بخواد با ایالات متحده آمریکا معاهده امضا بکنه بالاخره با اداره ترامپ امضا می‌کنه و همچنین در دولت‌های دیگر در مثلا در روسیه پوتین هست در جای دیگر زمانی که دولت ها بخواهد با دولت دیگر معاهده امضا بکنه یا با توافقات برسه با دولت با توافق میرسه و این منطق دولت باید قوی باشه و این دیپلماسی دولت باید قوی باشه که بتونه در میز مذاکره خواسته های خودش را به حد اکثر خواسته های خودش برسه و بتونه حداقل امتیازات را به حریف واگذار بکنه چون هنر مذاکره همین است که شما در یک مذاکره اولا برد برد باشه طوری باشه که امتیاز دهی و امتیاز گیری باشه دو طرف باید انعطاف پذیر باشه و مذاکره کننده موفق کسی است که بتونه حد اکثر امتیازها را بگیره و حداقل امتیازها را بده و این امتیاز دهی و امتیاز گیری بین دو تا دولت مقام های رسمی دولت ها میتونه شکل بگیره سیاسیون به هیچ معنا به هیچ عنوان نمیتونه با دولت های مستقل به موافقه برسه یا به یک نحوی تفاهم نامه های را امضا بکنه اصلا پختنه چې دغه حکومت څومره توانیدل چې یو داخل دغه اجماع موضوع دی او منطقه د منطقي په کچه د اجماع موضوع ده څومره دغه حکومت توانیدل په دې باندې کامیاب شوی چې بل اخر د سیمې په کچه باندې یو اجماع رامنځته کړي. ببینید دولت افغانستان فعلا اقتدار لازم را داره از لحاظ امنیتی در جنگ های مقابل دهشت افغان ها فعلا دست بالایی را داره در میان مردم میبینیم که رضایتمندی مردم تا حد زیادی نسبت به دولت شکل گرفته و در حال شکل گیری نه شما میبینید رقبای دولت شما دیدین که دیروز 11 نامزد ریاست جمهوری آمدن یک استادیوم کوچک شهر کابل را نتونستن پر بکنن با کل هزینه هایی که کردن و با کل تلاش هایی که کردن و بعد میبینیم که اینها فاقد هر گونه وجاهت قانونی و هر گونه وجاهت مردمی است بنابراین نمیتونه خیلی موضوع دولت رو چالش بکشه و دولت میتونه با دیپلماسی قوی اجماع مورد نظر شده سطح منطقه بین الملل وجود من په بخلین سره چې وخت مو پاید رسیدل د پانتون استاد محمد سلیم حسنی کوروندی رضایت مند
درود دوباره باز هم به ادامه برنامه آغاز روز از آریانا نیوز خوش آمدید. میبینیم که چی موضوعات مهم در روزنامه ماندگار نگاشته شده که برتان به خانش میگیرم. امیدوار هستم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. تمام امکانات دولت برای سازماندهی تقلب در انتخابات پیشرو متمرکز شده است. هشدار نامزدان و بی‌توجهی غنی. حالا نامزدان معترض ریاست جمهوری در حالی که بیش از 2.5 ماه به برگزاری انتخابات بر اساس زمان تعیین شده مانده، اعتراضهایشان را به شکل جمعی شروع کردند. اگرچه این اعتراضات در مقیاس کمپاین‌های قبل از وقت توسط ارگ محاسبه شده است، اما میزان استفاده ارگ از امکانات دولتی و کمپاین‌های قبل از وقت چنان گسترده و عمیق است که این حرکت نامزدان غلام آن هم شمرده نمی‌شود. از تهدید خبرنگاران دست بردارید. یک روز پس از هشدار طالبان به رسانه‌های افغانستان، سفیر آمریکا و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان از گروه طالبان خواستند که دست از تهدید خبرنگاران بردارند. طالبان با نشر اعلامیه‌ای به رسانه‌های افغانستان هشدار دادند که اگر اطلاعات تجارتی بر ضد این گروه تا یک هفته دیگر از طریق این رسانه‌ها متوقف نشود، این رسانه‌ها مورد هدف نظامی قرار خواهند گرفت. جانبه سفیر آمریکا در کابل دیروز در واکنش به اعلامیه طالبان در صفحه تویترش نگاشته که آزادی بیان به ویژه فعالیت رسانه‌ها یکی از دستاوردهای 18 ساله گذشته در افغانستان است. آقای بس افزوده است ما از طالبان می‌خواهیم که تا تهدید روزنامه‌نگاران را متوقف کند. خشونت‌های بیشتر علیه خبرنگاران و غیر نظامیان امنیت و فرصت را برای افغان‌ها به میان نخواهد آورد و نه به طالبان کمک می‌کند تا به اهداف سیاسی خود دست یابند. آقای بس تاکید کرده که خبرنگاری جرم نیست، بل یک ارزش خدمات عمومی در جهان است. مسئولان در ریاست حکومت وحدت ملی نیز تهدید و حمله های بالای رسانه ها به هر عنوان مغایر با ارزش های انسانی دانستند. ریاست حکومت وحدت ملی اعلام کرده که تهدید و حمله بالای آزادی بیان و رسانه ها به هر عنوانی که باشد در مغایرت با ارزش های انسانی و اسلامی است. ارگ دیروز در یک خبرنامه در واکنش به تهدید طالبان علیه رسانه‌ها گفته است که آزادی بیان از دستاوردهای دولت و ملت افغانستان می باشد که با قربانی‌های زیادی به دست آمده است. در خبرنامه دفتر ریاست حکومت آمده که حکومت وحدت ملی با اقدامات مسئولانه همواره تلاش کرده تا از این ارزش حفاظت و زمینه را برای رشد آن فراهم سازد. ارگ تاکید کرده که حکومت از طریق ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها و همچنان تصویب کارشوی مسئولیت خبرنگاران تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت خبرنگاران دفاتر رسانه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای انجام داده و از هیچ کوشش در این راستا دریغ نخواهد کرد. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از تهدید اخیر طالبان نیز نگرانی کرده و خواستار متوقف کردن این تهدیدها شده است. پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در صفحه تویتر خود افزوده است که من عمیقا نگران تهدید خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها از طرف شورشیان هستم. خبرنگاران حق دارند که بدور از تهدید و خشونت کار کنند. تمامی طرف‌ها باید درک کنند که خبرنگاری جرم نیست. نهادهای خبرنگاری تهدید و حمله احتمالی بر خبرنگاران و جامعه رسانه‌ها را حمله بر آزادی بیان عنوان کرده و از حکومت افغانستان خواستند که امنیت خبرنگاران را در کابل و ولایت‌ها تأمین کند. پرونده خراسانی به دادستانی فرستاده می‌شود. ماندگار وزارت امور داخله اعلام کرده که پرونده حمید خراسانی به زودی تکمیل و محول دادستانی کال می شود. در این حال این وزارت از کاهش چشمگیر جرایم جنایی و حملات انتحاری در شهر کابل خبر می دهد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله دیروز در یک نشست در کابل گفت که حلقه مسئولیت برای مجرمان سازمانی یافته و سطوح متوسط و پایین تنگ شده است و طی 4 ماه گذشته بعد از دستگیری حمید خراسانی 48 مجرم رسانه‌ای
سازمان یافته از سوی وزارت داخله بازداشت شدند. آقای رحیمی گفت به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که مجرمان در هر سطحی باشد بالایشان رحم صورت نمی گیرد. به همان شکلی که با تروریست‌ها مبارزه می کنیم با مجرمان جنایی نیز مبارزه صورت می گیرد. او در ادامه از کاهش چشمگیر جرایم جنایی و حملات تروریستی در کشور خبر داد و گفت که در اثر اقدامات نیروهای امنیتی جرایم سازمان یافته 90%، حملات تروریستی 70% و در کل میزان جرایم جنایی 60% کاهش یافته است. عبدالحمید خراسانی دیروز زمانی که میخواست در گرد همایی دیروز نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند، توسط قطعه خاص 222 پلیس بازداشت گردید. او در برگه فیسبوکش از مردم خواسته بود برای اشتراک در این گرد همایی از حمل سلاح خودداری کنند. وزارت داخله از عبدالحمید خراسانی همچون مسئول باند جنایت پیشه یاد کرده است. سخنگوی وزارت داخله دیروز گفت که این مجرم حرفه‌ای در قضایای زیاد جنایی به ویژه در باجگیری، اختطاف، قتل، چفاولگری و راهزنی و زورگویی نیز دست داشته است. در صفحه بعدی روزنامه ماندگار نگاشته شده که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر. 100 نفر به اتهام قاچاق مسکرات و مواد مخدر در 3 ماه گذشته بازداشت شده اند. سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگوید که در 3 ماه گذشته 100 نفر به اتهام قاچاق مسکرات و مواد مخدر در کشور بازداشت شده اند. خالد موحد سخنگوی این مرکز دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان 3 ماه نخست سال روان 258 قضیه قاچاق مواد مخدر به هدف تحقیق و بررسی به این اداره رسیده است. آقای موحد تصریح کرد پلیس مبارزه با مواد مخدر در 3 ماه گذشته 321 تن را در پیوند به 258 قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر بازداشت کرده و برای رسیدگی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر فرستاده است. وی افزود که مدیریت تدقیق، بررسی و لابراتوار مرکز عدلی و قضایی پس از رسیدگی به این قضایا تمام دوسیه‌ها و مظنونین را به منظور تحقیقات بیشتر به دادستانی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر رجعت داده است. او گفت که در جریان 3 ماه نخست سال روان 293 تن از 1 سال تا 30 سال حبس از سوی محکمه ابتدایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر محکوم به مجازات شده اند. سخنگوی این مرکز گفت که همچنان محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر 202 تن را در پیوند به 148 قضیه به حبس‌های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات کرده است. به گفته او در همین حال محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر بنابر نبود دلایل الزام برای 18 نفر به شمول 10 تن موظفین خدمات عامه براءت داده است. سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات مواد مخدر گفت که طی 3 ماه گذشته پس از فیصله محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط محکمه دیوان امنیت عامه استر محکمه به قطعیت 94 قضیه فیصله صادر شده است. به گفته او پلیس مبارزه با مواد مخدر افزون بر بازداشت افراد در پیوند به 258 قضیه بیش از 630 کیلوگرم هروئین، 86 کیلوگرم مورفین، بیشتر از 2400 کیلوگرم تریاک، بیش از 3600 کیلوگرم چرس، نزدیک به 450 کیلوگرم شیشه، هزاران تابلت روانگردان، هزاران کیلوگرم تیزاب، مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی را کشف و ضبط کرده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر تاکید کرده است که در 3 ماه آخر سال 1397 به گونه مجموعی 230 تن در پیوند به 186 قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور برای رسیدگی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر مواصلت کرده بود. رئیس اجرایی: اگر مشکلات قبلی در انتخابات پیشرو تکرار شود، کشور به بحران خواهد رفت.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید اگر مشکلات قبلی در انتخابات پیشرو تکرار شود کشور به بحران خواهد رفت. عبدالله عبدالله این مطلب را صبح دیروز در دیدار از روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان در لیسه نادری کابل بیان داشت. وی از مردم خواست در 3 روز باقی مانده ثبت نام تقویتی به مراکز مربوط رفته مطمئن شوند که نامشان در جدول ها وجود دارد. زیرا جدول نام های رای دهندگان نقطه اصلی در روز رایدهی است. عبدالله خاطر نشان ساخت باید کمیسیون ها چگونگی ترتیب نام ها را مطابق به حرف های الفبا یا رویش دیگری ترتیب کنند تا در روز انتخابات رای دهندگان با مشکل مواجه نشوند. او همچنان به کمیسیون انتخابات پیشنهاد داد تا جدول های ثبت شده مراکز چاپ و در هر مرکز نصب شود و نیز به گونه آنلاین در اختیار شهروندان کشور قرار گیرد. رئیس اجرایی حکومت با انتقاد از روند آگاهی دهی کمیسیون انتخابات و ارتباط به ثبت نام تقویتی رای دهندگان افزود مردم هنوز آگاهی پیدا نکردند که بدانند و در صورت اشتباه بودن نام یا ثبت نشدن نامشان به مراکز رای دهی بروند و نامهایشان را ثبت و یا اصلاح کنند. حالا هم میبینیم که در روزنامه آرمان ملی چی موضوعات مهم نگاشته شده؟ امیدواری پامپیو از یک توافق صلح پیش از انتخابات افغانستان. آقای پامپیو میگوید که ایالات متحده آماده است که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر اعلام ناشده دیروز به کابل آمد میگوید که امیدوار است که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به یک توافق صلح دست پیدا کند. آقای پامپیو در گفتگو با خبرنگاران در کابل گفت که ایالات متحده آماده است که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند و گفته او واشنگتن در انتظار اقدام عملی پاکستان و نیز چشمراه کمک این کشور در گفتگوهای صلح و عملی سازی توافقنامه احتمالی صلح افغانستان است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در سفرش به کابل با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرده است گفت که ایالات متحده افغانستان را فراموش نکرده است. او میگوید که همزمان با گفتگوها با طالبان آمریکا و گفتگوهای مفصل با حکومت افغانستان نیز ادامه میدهد و امیدوار است که در جریان 3 ماه آینده یک توافقنامه صلح در افغانستان به دست آید. او افزود ما با طالبان روشن ساخته ایم که نیروهای مان را از افغانستان بیرون بسازیم. می خواهیم این را نیز روشن بسازیم که بر جدول زمان خروج توافق نکرده ایم. بلندپایه‌ترین دیپلمات آمریکایی از آمادگی آلمان برای میزبانی از یک نشست میان افغانها در ماه آینده در این کشور استقبال می کند. اما می گوید که در انتظار اقدام پاکستان برای صلح در افغانستان است. آقای پامپیو در ادامه گفت پاکستان در این روند و نیز در ترویج صلح و ثبات در منطقه نقش بسیار مهم دارد. پیشرفت هایی شده است و ما چشم براه اقدام عملی پاکستان همکاری این کشور در گفتگوهای صلح و عملی سازی یک توافقنامه هستیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ایران را بزرگترین پشتبان هراس افغانی در خاورمیانه می داند و می گوید که زیان رسانیدن بر روند صلح افغانستان به سود هیچ کشوری نیست. و بر همکاری های 3 جانبه ایالات متحده روسیه و چین در افغانستان نیز تاکید می‌ورزد. در 3 ماه گذشته صدها تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر از بازداشت صدها تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در 3 ماه گذشته در کشور خبر داده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات گفت که در جریان 3 ماه نخست سال روان 258 قضیه قاچاق مواد مخدر به هدف تدقیق و بررسی به این اداره رسیده است. آقای موحد تصریح نمود پلیس مبارزه با مواد مخدر در 3 ماه گذشته 321 تن را در پیوند به 258 قضیه قاچاق مسکرات و مواد مخدر بازداشت کرده است. دسترسی غنی از منابع پولی و مالی دولتی باید محدود شود.
شورای نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری روز سه شنبه 4 سرطان در یک گرد همایی با جمع زیادی از پایتخت نشینان با صدور قطعنامه نماده‌ای خواستار لغو تمامی تصامیم اشرف غنی پس از اول جوزا شدن. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری همچنان خواستار محدود شدن صلاحیت‌های آقای غنی شدند. این شورا تاکید کردند که صلاحیت‌های موجود از جمله دسترسی آقای غنی به منابع پولی و مالی دولتی بر قراردادهای ملی باید محدود شود. در قطعنامه این شورا در واکنش به فرامین و تقریرهای اخیر آقای غنی آمده است که ما خواستار لغو تمامی تصامیم نامشروع رئیس دولت که بر اساس ملاحظات انتخاباتی پس از اول جوزا صورت گرفته می باشیم. این شورا با اشاره بر اتخاذ اقدامهای برای برگزاری انتخابات یادآور شده که به منظور جلوگیری از صدمه به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی رئیس جمهور پیشین باید از مداخله در امور کمیسیون‌ها دست بردارد. در قطعنامه این شورا گفته شده که به منظور شفافیت در انتخابات یک میکانیزم مشخص ایجاد گردد که برای نامزدان قابل قبول باشد، بر صلاحیت‌های آقای غنی محدودیت عملی اعمال گردد و آقای غنی با یا از پست ریاست جمهوری کنار برود و یا هم از انتخابات منصرف شود. همچنین در قطعنامه این شورا تاکید شده که صلح به عنوان ضرورت مردم در کشور است. سفیر آمریکا و نماینده ناتو از طالبان خواستند از تهدید رسانه‌ها دست بردارند. یک روز پس از هشدار طالبان به رسانه‌های افغانستان، سفیر ایالات متحده آمریکا و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کابل به گروه طالبان پیشنهاد کردند که دست از تهدید رسانه‌های افغانستان بردارند. طالبان روز دوشنبه سه سرطان با نشر اعلامیه بر رسانه‌های افغانستان هشدار دادند که اگر اعلانات تجارتی بر ضد این گروه تا یک هفته دیگر از طریق این رسانه‌ها متوقف نشود، این رسانه‌ها مورد هدف نظامی قرار خواهند گرفت. جانبه سفیر آمریکا در واکنش به اعلامیه طالبان در صفحه توییترش نوشته که آزادی بیان به ویژه فعالیت رسانه‌ها یکی از دستاوردهای 18 سال گذشته در افغانستان است. آقای بس افزوده است که ما از طالبان می خواهیم که تهدید روزنامه‌نگاران را متوقف کند. خشونت‌های بیشتر علیه خبرنگاران و غیر نظامیان امنیت و فرصت را برای افغان‌ها به میان نخواهد آورد و نه به طالبان کمک می کند تا به اهداف سیاسی خود دست یابند. آقای بس تاکید کرده که خبرنگاری جرم نیست، بل یک ارزش و خدمات عمومی در جهان است. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از تهدید طالبان بر خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان نیز نگرانی کرده و خواستار متوقف کردن این تهدیدها شده است. پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در صفحه توییتر خود نوشته است که من عمیقا نگران تهدید خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از طرف شورشیان هستم. خبرنگاران حق دارند که به دور از تهدید و خشونت کار کنند. تمامی طرف‌ها باید درک کنند که خبرنگاری جرم نیست. تهدید رسانه‌ها از سوی طالبان با واکنش‌های جدی نهادهای صنفی رسانه‌ای، آگاهان سیاسی و رسانه‌ای و همچنان کاربران صفحات اجتماعی همراه شد. نهادهای خبرنگاری تهدید و حمله احتمالی بر خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای را حمله بر آزادی بیان عنوان کرده و از حکومت افغانستان خواستند که امنیت خبرنگاران را در کابل و ولایت‌ها تأمین کند. یک نوع گروه دیگر آمریکا وارد آب‌های خاورمیانه شدند. نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که نوع گروه تهاجمی USS باکسر با حوزه ماموریت ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین پیوسته است. بر اساس اطلاعات این نیروها در این ناوگان کشتی‌های تهاجمی USS جان پمارتا و USS هارپر فری نیز حضور دارند. ناو USS باکسر پیش از این در خلیج فارس ماموریت داشته است. این ناو در جریان حمله سال 2003 آمریکا به عراق در منطقه حضور داشت. دومین ماموریت مهم این ناو در سال 2016 بود که برای پشتیبانی از نیروهای آمریکایی که حملات هوایی علیه داعش در عراق و سوریه انجام می‌دادند به منطقه اعزام شده بود.
بر اساس این اطلاعات ناو یو اس اس باکسر حامل واحد 11 رزمی تفنگداران دریایی و همچنان یک تیم پروازی چرخبالهایی است که این ناو روز اول ماه می پایگاه خود را در سان دیگو را ترک کرده و وارد اقیانوس هند شده بود. در ماه‌های اخیر حضور ناوهای آمریکا در منطقه خلیج فارس افزایش یافته است. چند روز پیش آمریکا اعلام کرد که ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن همراه با شماره از بمب‌افکن‌های استراتژی که B-52 عازم خلیج فارس شده اند تا با آنچه که تهدید جدی و عملی ایران خوانده شده است مقابله کند. آن می‌بینیم که در روزنامه اطلاعات روز چه موضوعات مهم نگاشته شده. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواهان کنارگیری اشرف غنی از قدرت شد. ارگ ادامه کار رئیس جمهور قانونی است. خیرخانه یا شهرخانه در کابل شاید نتوان منطقه ای را با اطمینان امن و بدون نگرانی های امنیتی خوان، اما تشخیص میزان ناامنی در مناطق مختلف کابل برای ساکنان آن کار دشواری نیست. یکی از نام هایی که در خصوص ناامنی ها و رویدادهای امنیتی و جنایی همواره بر سر زبان هاست منطقه خیرخانه است. پارلمان تحمیلی، پارلمان افغانستان تحمیلی است، البته نه به این معنا که فلان دوره‌ای پارلمان توسط دولت بر مردم تحمیل شده یا پلان نیروی داخلی یا خارجی نمایندگان مورد نظر خود را به زور در پارلمان جاسازی کردن. منظور من از ضعف تحمیلی در اینجا نوع تحمیل عمیق‌تر است، یا این شهر پارلمان در تمام کشورهای دموکراتیک قوه مقننه است. شاکیان امروز، متهمان دیروز. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دیروز در یک تجمع اعتراضی ارگ ریاست جمهوری را به سوء استفاده از منابع دولتی در راستای کمپاین‌های انتخاباتی، نقض قانون اساسی، دخالت در امور کاری کمیسیون‌های انتخاباتی، ایجاد مانع در پروسه صلح و جابجایی‌های غیر ضروری در نهادهای حکومت به هدف مهرچین‌های انتخاباتی و کمپینی متهم کرد. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در قطعنامه پایانی اش رئیس جمهور غنی را رئیس جمهور اسبق و دوام کار حکومت را نامشروع خواند. در این قطعنامه از رئیس جمهور خواسته شده است که از رهبری حکومت کنار رفته و در صورت امتناع از کنارگیری از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو انصراف دهد. در این قطعنامه مصرانه خواسته شده که حکومت از دخالت در امور کاری کمیسیون‌های انتخاباتی، از نصب‌های غیر ضروری و کمپاینی، ایجاد ممانعت در پروسه صلح و استفاده از منابع بیت المال در راستای تبلیغات انتخاباتی اجتناب کند. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کند که مبتنی بر یک طرز عمل شفاف از کارتکردهای حکومت نظارت صورت گرفته و زمینه یک رقابت عادلانه و برابر در انتخابات پیشرو میان نامزدان ریاست جمهوری فراهم شود. همچنان در صفحه بعدی اطلاعات روز نگاشته شده که استقلال افغانستان از نظر یک انگلیسی. امسال بخیر فکس یک قرن می شود که ما استقلال خود را از انگلیس گرفته ایم. همه ما می دانیم که انگلیس به خاک ما تجاوز کرد. زد ما را استعمار کرد. از روزی که این کشور شیاطینی پا در خاک افغانستان مان، همه چیز ویران شد. اگر شما تاریخ را خوانده باشید، در تاریخ ما نوشته که با قیام افغانها علیه انگلیس، افغانهای دلیر چنان پوز انگلیس را به خاک مریدند که از مجموعه انگلیس‌ها در افغانستان فقط یک نفر به اسم دکتر مکناتین زنده ماند که آن هم شبیه مرچه زیر چپلق شده به حالت نیمه جان خود را به پاکستان رساند و آنجا جان گرفت و به انگلیس برگشت. هرچند با حمله انگلیس به افغانستان همه چیز در افغانستان خراب شد، اما خدمات پستی افغانستان از این تعرض در امان ماند.
چنانچه برادر دانشمند ما آقای شهزادگل آریوبی که قبلا وزیر مخابرات بود و فعلا خدایار جانش در هر کجا که هست در این مورد گفت خدمات پستی در افغانستان 1.5 میلیون قرض قدمت تاریخی دارد. در اینجا هم شما شاهد حکمت خداوند متعال هستین. ما مکناتن را نکشتیم، آن هم به خدمات پستی ما غرض نگرفتن. حالا 100 سال بعد از خلاص شدن از شر انگلیس ها، جلالت معاف اشرف غنی نزدیک به 400 میلیون افغانی را برای تجلیل از 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان اختصاص داده که این موضوع باعث تشویش عده ای از هموطنان انگلیس دوست ما شده است که کاش این هموطنان ما عاشق اشرف غنی می بودن. آن وقت خودشان به این قناعت می رسیدن که این کار اشرف غنی چقدر درست و بجاست. یک عده از علما می گویند که با این 400 میلیون افغانی می توانیم شکم 15,000 کودک را برای مدت 1 سال سیر کنیم. حیف است برای یک جشنی که در حقیقت کمپانی ریاست جمهوری آقای غنی است مصرف کنیم. خدمات همین عده عرض شود که عده دیگری از علما نظر دیگری دارند. این دسته میگویند که 400 میلیون کم است. ای کاش 4 میلیارد افغانی می بود. این عده که با اختصاص این مبلغ بسیار موافق است، از آن عده دیگر که انتقاد دارند میپرسند مگر این 400 میلیون افغانی که در جشن مصرف می شود شکم اطفال چین را سیر می کند. خب پس در جیب مردم همین وطن می رود. اگر جیب شما سرازیر می شود مشکلی نداشت، چرا با جیب های مشکل دارید؟ اله امان الله خان از جیب بابایتان ناراض باشد. در همین حال چند تن از اقتصاددانان کشور گفتند که با 400 میلیون افغانی می توان حداقل 400 بزنس کوچک را شروع کرد که هر بزنس آن می تواند حداقل برای 5 نفر کار خلق کند و هر بزنس آن می تواند شکم 5 خانواده را هر کدام حداقل 5 عضو دارد سیر کند. این دانشمندان بعد از ضرب جمع اعداد میگن که با راه‌اندازی 400 بزنس کوچک میتوان دست کم 2000 نفر را صاحب کار کرد و خیلی راحت برای 10000 نفر امنیت نسبی غذایی فراهم کرد. اما نظر این اقتصاددانان هیچ اهمیتی ندارد، به خاطر اینکه چند اقتصاددان دیگر معتقدند که این 400 میلیون افغانی سرگین خریداری شده در مزارع کوکنار پهن نمی شود، بلکه در نهایت میان افغانهای خود ما توزیع می شود. اینکه 10000 نفر فقط به نان خشک دست پیدا کنند وضعیت ما را در رنکینگ بین المللی غذا بهتر نمی کند. اما اگر 1000 نفر قادر شوند که حتی از طرف صبح هم قابل پلاو یا ملنگ بخورند، قطعا روی شاخصهای جهانی تأثیر خواهد داشت. در افغانستان متاسفانه وضعیت همین گونه است. آنهایی که از اشرف غنی فعلا خوششان نمی آید، با اینکه کار او مخالفت دارند، 1001 دلیل می آورند که موی در سر او نماند و او را پیش مردم سیاه کنند. اشرف غنی را خائن، فاسد و غیر مشروع می خوانند. آنهایی هم که با اشرف غنی موافقند، آنهایی هستند که با 1001 دلیل کارهای او را ستایش می کنند و مخالفین او را خائن، وطن فروش، بیگانه پرور و ریشه و جاسوس کشورهای همسایه می خوانند. آیا این کار حرف نیست؟ یک بخش قضیه مربوط به انگلیس ها می شود. اکنون هم یک میان برنامه کوتاه می گیریم، بعد از میان برنامه دوباره برمی گردیم. سلام و صبحتان بخیر. به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید. امروز چهارشنبه است و مروری داریم به خبرهای مهم یک هفته دنیای ورزش که در افغانستان و جهان اتفاق افتاده. خبر اول از بازگشت دوچرخه سواران راه لاجورد به کشور آغاز میکنیم. دوچرخه سواران راه ترانزیتی و تجارتی لاجورد به کشور بازگشتند. این دوچرخه سواران در میان استقبال گرم برخی از مقامات حکومتی و نهادهای ورزشی وارد کابل شدند تا برایند سفر تاریخی خیش را برای مردم افغانستان بیان دارند. عبیدالله انوری با جزئیات بیشتر این خبر.
دو شخص سواران کشور که به استانبول سفر کرده بودند وارد فرودگاه بین المللی کابل شدند. این دو چرخ سواران حدوداً 59 روز پیش به حمایت از راه ترانزیتی و تجارتی لاجورد سفرشون از ولایت هرات آغاز کردند. در این مسیر از 24 ولایتی که در مسیر اقتصادی قرار داره در کشورهای افغانستان، ترکمنستان، گرجستان و آذربایجان، ترکیه خودشان را به استانبول دروازه اروپا که مقصد اصلیشون بود رساندند و این ورزشکاران با پیام صلح و دوستی و همزیستی میان کشورهای عضو لاجورد سفرشان را 19 اپریل سال 2019 میلادی از ولایت هرات آغاز کردند و با پیمودن 4000 تقریبا بیش از 4000 کیلومتر خودشان را به خاک ترکیه بالاخره به استانبول دروازه اروپا که مقصد اصلیشان بود رساندن. هدف این سفر پیام صلح، دوستی و همدیگر پذیری ملت افغانستان برای کشورهای مسیر راه لاجورد بود. آنها ضمن پذیرایی از ما وعده هر نوع همکاری دادن در ارتباط با مسائل فرهنگی و ورزشی. برخی از مقام های حکومتی این گام دوچرخه سواران کشور را در گشایش دروازه های تجارتی افغانستان برای جهانیان می ستایند. گشایش دروازه های صادراتی افغانستان و وارداتی افغانستان بروی دنیا برسانند، دروازه هایی که سالها مسدود مانده بود. ما همچنان سعی بری داریم که برنامه های مشترک ورزشی با کشورهای همسایه و به خصوص کشورهایی که بیشتر همزبان و هم فرهنگ ما هستند داشته باشیم. این دوچرخه سواران با سپری کردن شب و روزهای سخت و عبور از مسیرهای کوهستانی و دشوارگذر توانستند به هدفشان که رساندن پیام دوستی، همزیستی و همگرایی در این راه اقتصادی بود نیز دست یابند. دشواری های داشت، بیشترین دشواری ما در ترکیه داشتیم که در پستی بلندی های زیاد اینا عبور میکردن و اما اینا برای از اینا خیلی مشکل نبود چون پیام دوستی مردم افغانستان میرسد. با این حال تیم ده نفری دوچرخه سواران کشور پس از دو ماه سفر در راه ترانزیتی و تجارتی لاجورد صبح چهارشنبه از استانبول وارد شهر کابل شدند تا برایند این سفر تاریخی خیش را به مردم افغانستان بیان دارند. جمشید ابرام میلی‌پوش وشوی کشور توانست دومین مدال نقره رقابت‌های جهانی وشو کانگ فو را در اجرای فرم مشت کوتاه برای افغانستان رقم بزند. این میلی‌پوش برتر وشوی کشور در نخستین روز از این رقابت‌ها نیز موفق به کسب مدال نقره اما در بخش اجرای فرم شمشیر شده بود. این پیکارها به میزبانی کشور چین و با حضور بیش از 2000 ورزشکار از 48 کشور جهان در سبک‌های گوناگون وشو برگزار شده بود. تیم والیبال بانوان سرمیاش فاتح رقابت‌های صلح جام معارف شد. در این رقابت‌ها تیم‌های منتخب بانوان معارف دانشگاه تعلیم و تربیت سرمیاش، شهرداری کابل، صلح و اتحاد شرکت داشتند. تیم والیبال بانوان سرمیاش در دیدار نهایی رقابت‌های جام صلح معارف با حساب 3-1 والیبالستان صلح را شکست داد و به قهرمانی دست یافت. نسبت به دیگه مسابقات پر جمع جوش هست، یعنی ما چهره های نو از خود متعلمین دیدیم که میتونم انشاءالله به تیم ملی را پیدا کنن و خود تیم ملی شد. تقانه مشکلی که ما داریم میدانش هست که باید ما داشته باشیم تا ما بهتر بازی کنیم و بهتر یاد بگیریم و استادای با تجربه داشته باشیم. این رقابت‌ها از یک هفته به این سو با حضور 6 تیم به هدف رشد والیبال میان دانش آموزان بانو در کابل برگزار شده بود. خوشبختانه روز به روز قسمی که شما هم شاهد هستید و می‌بینید که در سطح زونا، هم در سطح ولایات و در مرکز مسابقات هم برای بانوان، هم برای طبقه ذکور، جوانان، نوجوانان و در سطح بزرگ بین کلب ها چند مسابقه شد که تا هنوز راه اندازی میشه. این پیکارها در حال برگزار می شود که قرار است تا یک هفته دیگر کابل میزبان رقابت های گزینشی تیم ملی والیبال بانوان از سراسر کشور باشد. سدبندی تیم‌های راه یافته به مقدماتی جام جهانی 2022 قطر از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مشخص شد. تیم ملی فوتبال افغانستان با توجه به جایگاهش در رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان در صد چهارم با کشورهای کویت، ترکمنستان، هنگ کنگ، میانمار، یمن، مالدیف و مالیزیا قرار گرفته است. قرعه‌کشی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر ابدی جولای ماه آینده میلادی در شهر کوالالامپور کشور مالیزیا برگزار می‌شود.
تیم ملی تکواندوی نوجوانان کشور نایب قهرمان رقابت‌های بین‌المللی درجه یک تکواندوی هند شد. نوجوانان تکواندوکار کشور در این رقابت‌ها 4 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز را به نام افغانستان رقم زدند و نیز بر سکوی نایب قهرمانی رفتند. پیش از این تیم ملی بزرگسالان تکواندوی افغانستان اما با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز فاتح این دور رقابت ها شده بود. 27 تکواندوکار پسر و دختر از افغانستان در این بازی ها اشتراک داشتند. تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان برای نخستین بار نایب قهرمان رقابت های قهرمانی آسیا شد. ملی پوشان کشور در دیدار نهایی این رقابت ها با حساب 3-1 برابر ژاپن تن به شکست دادند و نایب قهرمان این دور پیکارها گردیدن. مردم در بخش های از پایتخت با رقص و پایکوبی نایب قهرمانی افغانستان را جشن گرفتند. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نایب قهرمانی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال کشور را نیز تبریک گفتند. بازی نفسگیر و پرهیجان برای نخستین بار تیم فوتسال زیر 20 سال افغانستان به فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا رسیده است. در مقابل ژاپن می‌رزمد. اما اینجا صدها کیلومتر دور از تبریز در کابل، صدها تن با شمار پررنگ دانشجویان کنار هم در دانشگاه کابل به تماشای رقابت فینال نشستند. کف می‌زنند و آفرین باد می‌گویند و تیم ملی فوتسال کشورشان را از همینجا انگیزه می‌دهند. به خاطر از اینکه بر دشمنان افغانستان نشان دادند که مردم افغانستان به خاطر یک شادی بسیار کوچک جمعیشان و اونا نمیتونن روحیه مردم را بشکنند. نند موږ لپاره ډیره لویه ورځ وه ځکه ټول قومونه او د خپل یو بل په څنګ کې راټول شوي وو. رقابت در نیمه نخست با برتری 2-0 ژاپن پایان می‌یابد. در نیمه دوم افغانستان هرچند روی به بازی پاور پلی می‌آورد و یک گل وارد دروازه حریف می‌کند، اما این گل کافی نیست. ژاپن اما با گل سومش در لحظات پایانی بازی جام قهرمانی را بالای سر می‌برد و افغانستان هم نایب قهرمان می‌شود. بسیار خوشحال هستم و همه که افغانستان مقام دوم گرفتم واقعا افتخار بس بزرگ است و یه جای خوشحالی است که تمام اقوام افغانستان در اینجا جمع شده. جای بسیار خوشحالی است، جای بسیار خوشحالی است که دخترها بچه ها کنار هم میآیند و مسابقه ملی کشورشان را نگاه میکنند. مردم اما با رقص و پاکوبی نایب قهرمانی تیم فوتسال زیر 20 سال افغانستان را جشن میگیرند. نایب قهرمانی که در پی شکست بزرگترین تیم های همچون ایران، تایلند و اندونزیا به دست آمده است. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی حکومت رسیدن افغانستان به نایب قهرمانی رقابت های فوتسال آسیا را تبریک گفته اند. حلیم آقای شیرزاد به جمع داوران نخبه آسیا پیوست. این داور بین المللی فوتبال افغانستان با کسب نمره قبولی در سومین و آخرین آزمون مرحله ارزیابی از سوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا توانست به این دستاورد تاریخی دست پیدا کند. پس از این شیرزاد با دو کمک داور فدراسیون فوتبال افغانستان محمد شریف سروری و ننگیاله سادات برای نخستین بار در رقابت‌های بین المللی قضاوت خواهند کرد. این در حال که محمد تمیم حسینی داور فوتسال افغانستان نیز به دور نهایی داوران نخبه آسیا راه پیدا کرده است. هواداران تیم ملی زیر سن 20 سال فوتسال افغانستان در ورزشگاه شهید پور شریفی تبریز برای ملی پوشان کشور سنگ تمام گذاشتند و این تیم را تا پایان بازی یک دست تشویق کردند. تیم ملی فوتسال کشور شنبه شب در فاینال قهرمانی آسیا برابر ژاپن 3-1 شکست خورد و نایب قهرمان شد. استاد.
تیم شایسته که در آسیا دلبری کرد و به جای جام دل مردمش را برد. ملی پوشان فوتسالیست کشور که با 3 پیروزی برابر هنگ کنگ، تایلند و اندونزیا و 2 شکست برابر ایران و ژاپن با 16 گل زده و 12 گل خورده برای نخستین بار در سطح بلند فوتسال آسیا تاریخ را رقم زدند و تاج افتخار بر سر افغانستان گذاشتند و نایب قهرمان شدند. هواداران تیم ملی هم این تیم را در سالن 6000 نفری پورشریفی تبریز تنها نگذاشتند و یک دست آنها را تشویق کردند و با آنها لبخند زدند و پس از شکست اشک ریختند. شایسته که با توجه به امکانات کم نسبت به حریفان کمتر کسی بالای سکو رفتن آنان حساب باز کرده بود، اما این جوانان به خوبی انجامش دادند و تحسین همه را برانگیختند. چون قلبا زحمت کشیدند و قلبا دوستشان دارم، خواستم یک از او مدال هایم را که گفتم در طول 14 سال آسیب دیدیم، مشکلات داشتیم، باخت بود، برد بود در مسابقات، اما خواستم یک از اون مدال هایی را که در طول 14 سال کسب کردم را برشان تقدیم بکنم. ملی پوشان فوتسال کشور قرار است بامداد سه‌شنبه وارد کابل شوند و گفته می شود مراسم ویژه‌ای برای استقبال تیم در فدراسیون فوتبال کشور مد نظر گرفته شده است. نخستین دور رقابت‌های مجزنی نونهالان پایتخت به مناسبت روز المپیک در کابل برگزار شد. در این رقابت‌ها 38 ورزشکار از 5 زون شهر کابل شرکت کرده بودند و در 10 کاتگوری وزنی برای 3 روز با هم رقابت کردند. به گفته مسئولان فدراسیون ملی مجزنی، هدف از برگزاری این رقابت‌ها گرامی داشت از روز جهانی المپیک و شناسایی جایگاه برتر می‌باشد. همایون هجرت به نایب قهرمانی رقابت‌های جهانی کشتی رستمی دست پیدا کرد. این ورزشکار افغان با پیروزی در برابر رقیبانش از کشورهای قزاقستان، آذربایجان، مالداوی و روسیه توانست به نایب قهرمانی جهانی در وزن 60 کیلوگرم دست پیدا کند. این پیکارها با حضور 70 کشور در کازن روسیه برگزار شده بود که به نمایندگی از افغانستان 9 ورزشکار، 2 مربی، 2 هیئت و رئیس فدراسیون اشتراک کرده بودند. همچنان رقابت‌های آکی از بحر گرامی داشت از روز جهانی المپیک و 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان با حضور 100 ورزشکار در کابل برگزار شد. در این مراسم نمایشات هاکی اسای ورزشکاران راه اندازی شد و همچنان نقاشی ورزشکاران این رشته در روی دیوارها البته رسم گردید. بیشتر این رقابت‌ها در ولایت خوست نیز راه اندازی شده بود. بازیکنان تیم ملی فوتسال زیر 20 سال کشور پس از کسب نایب قهرمانی در رقابت‌های آسیایی به کابل بازگشتند. دستیابی تیم ملی فوتسال به نایب قهرمانی با واکنش و استقبال گسترده مردم روبرو شده است. عبیدالله انوری با جزئیات بیشتر این خبر. بازگشت پیروزمندانه ملی پوشان فوتسال کشور به وطن، اما این بار برای حریفانشان در آسیا خط و نشان تعیین کردند. تیم ملی فوتسال کشور با کسب مقام نایب قهرمانی قاره کهن با استقبال گرم هوادارانش بامداد سه‌شنبه وارد پایتخت شد. حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، این دستاورد را تاریخی و بی‌پیشینه توصیف می کند. تمام ورزشکارا و دوستای کشور تبریک میگم و انشاءالله این قدم نخست و قدم بسیار موفقانه برای شمولیت و مبارزه در جام جهانی خواهد بود. عبدالرزاق ممرک، مربی تیم ملی فوتسال کشور که تیمش برای نخستین بار بر قله های آسیا گام گذاشته، خرسند است و چشم‌انداز پیروزی در رقابت های آینده فوتسال را دارد.
ادای بازی‌های خوب و کسب نتایج خوب هم ما را به عنوان تیم شگفتی ساز مسابقات به آسیا و دنیا معرفی کرد و همین که اونا به قدرت فوتبال، فوتسال و جوان افغان و ورزشکارای افغانستان پی بردند. جوانان که از دل و جان برای کشورشان گام‌های بزرگ در آسیا گذاشتند از دستاوردهایشان سخن می‌زنند. بعد از برد تایلند و صعود به نیمه نهایی بعد از بردن اندونزیا شکر خدا با همت بچه ها همه رفتیم به فینال. مردم واقعا انتظاری همه لطف و محبت ازشون نداشتیم. واقعا از همینجا دست تک تکشان رو میبستم. امیدوارم بتونیم در آینده قهرمانی های بیشتر و متعددتری رو تقدیم این مردم کنیم، چون واقعا لیاقتش دارن، واقعا حقشان. پایان برنامه آغاز روز. تا روز بعد، خداوند نگهدار.